درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در دوشنبه 27 خرداد ماه 17 ژوئن نگاهی داریم به حسن روحانی، رابطه با آمریکا و غرب. I think we should all be quite proud of the way that Iranians turned out to vote and to express their democratic views and aspirations. I see it as a potentially hopeful sign. I think the question for us now is if he is interested in, as he has said in his campaign events, mending his relations and Iran's relations with the rest of the world, there's an opportunity to do that. رئیس دفتر ریاست جمهوری آمریکا روز یکشنبه 26 خرداد همطور که شنیدید در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفت: فکر می‌کنم همه ما باید نسبت به نحوه مشارکت ایرانیان در انتخابات و بیان دیدگاه‌های دموکراتیک و آمالشان احساس غرور کنیم. این مقام بلندپایه کاخ سفید آقای دنیس مکدانا ریاست جمهوری روحانی را نشانه بالقوه امیدوارکننده خواند و تاکید کرد اگر رئیس جمهوری منتخب ایران همانطور که در کارزارهای انتخاباتیش گفته بود به ترمیم روابط ایران با جامعه جهانی علاقه‌مند است، اکنون فرصتی برای انجام آن وجود دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران امروز در نخستین کنفرانس خبری با خبرنگاران رابطه ایران با آمریکا را مشروط به شروطی عنوان کرد. بخشی از صحبت‌های حسن روحانی رو در کنفرانس خبری که ساعت پیش در تهران برگزار شد با هم بشنویم. سوال سختی از ما می‌پرسه. ببینید، مسئله رابطه ایران و آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است، مسئله ساده ای نیست. به هر حال یک زخم کهنه‌ای وجود داره، باید تدبیر بشه برای اینکه این زخم درمان بشه. البته ما دنبال ادامه تنش یا توسعه تنش نخواهیم بود، دنبال افزایش تنش نخواهیم بود. عقل سلیم هم حکم میکنه که دو ملت و دو کشور بیشتر به فکر آینده باشند، گذشته ها رو بنشینن براش راه حل پیدا کنن، ترمیم کنن، به فکر آینده باشن. اما هر گونه سخن گفتن با آمریکا علاوه بر این که باید بر مبنای احترام متقابل باشه، بر مبنای منافع متقابل باشه، از موضع برابر باشه، حتما دارای شرایطی است که اون شرایط باید عمل بشه. اولا اینکه آمریکایی‌ها همونطور که در بیانیه الجزایر قید شده باید تصریح کنند در امور داخلی ایران هرگز مداخله نخواهند کرد. ثانیاً تمام حقوق حقه ملت ایران و از جمله حقوق هسته‌ای رو به رسمیت بشناسن و ثالثاً سیاست‌های یک جانب گرایی رو و یا زورمداران رو نسبت به ایران کنار بگذارند و البته با این شرایط زمینه آماده میشه اگر احساس بشه حسن نیتی وجود داره زمینه متفاوت خواهد بود. اما همه باید بدانند که دولت آینده از حقوق حقه ملت ایران هرگز کوتاه نخواهد آمد و بر این مبنا ما آماده هستیم تنش‌ها کاهش پیدا کنه و حتی اگر حسن نیت دیدیم میشه در زمینه‌سازی اعتماد هم قدم‌ها رو برداشت در چارچوبی که جمهوری اسلامی ایران داره و من اشاره کردم به اون چارچوب. اما سردار سرتیپ پاسدار مسعود جزائری، معاون امور بسیج و ستاد کل نیروهای مسلح، با تمجید از حضور حداکثری و خیره‌کننده
مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا میگوید در حقیقت این حضور حماسی قبل از آنکه تعلق به نامزدهای محترم داشته باشد مهر تایید بر پایبندی ملت انقلابی و هوشمند ایران به نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. جزایری تاکید می‌کند انتخابات 24 خرداد تودهنی محکم به یاوه‌گویی‌ها و توهین‌های دولت آمریکا و صهیونیست‌ها به مردم ایران و نظام مبنی بر وجود تقلب، سانسور و عدم شفافیت در روند انتخابات در ایران بود. بنابر گزارش‌ها مراسم سوگند حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران احتمالاً 14 یا 15 مرداد ماه برگزار می‌شود. هرچند تا آن زمان محمود احمدی نژاد کماکان امور کشور را بر عهده دارد، اما گزارش‌ها از احضار رئیس دولت دهم به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حکایت دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از جمله شاکیانی هستند که آقای احمدی نژاد بر مبنای شکایت آنها به دادگاه احضار شده است. تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور که روشن نیست مبنای آن چه هست، 5 آذر 92 تعیین شده که حدود 4 ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. محمد رضا عارف کاندیدای اصلاح طلبی که به نفع آقای روحانی از رقابت‌های انتخابات انصراف داد، در مصاحبه‌ای به آقای روحانی توصیه کرده است از مشاوره محمود احمدی نژاد در دولت خود استفاده کند. محمد رضا توسیرکانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در بسیج روز دوشنبه با اشاره به نتیجه 11 انتخابات ریاست جمهوری گفت که در واقع شهر سقوط نکرده بلکه شهردار عوض شده است. وی خواستار بررسی علل ناکامی دیگر نامزدها در انتخابات شد و افزود که این رأی نیاوردن نباید به حساب اصل انقلاب گذاشته شود و دلایل آن هیچ ربطی به ولایت و نظام ندارد. محمد رضا توسیرکانی افزود پس از اعلام نتایج انتخابات پیام‌های تخریبی با استفاده از آیات و روایات و برخی سخنان امام خمینی و شهدا توسط یک خط انحرافی منتشر شد که خواست آمریکا مبنی بر حاکمیت دوگانه در کشور و جدایی مردم از نظام اسلامی را ترویج می‌کرد که بسیار اشتباه است. از شما در فیسبوک افق پرسیدیم با ریاست جمهوری آقای روحانی ایران وارد مذاکره مستقیم با آمریکا می‌شود. همونطور که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه خیر رو انتخاب کردن، اعتقاد دارن که چون این اتفاقی رخ نخواهد داد، در طول برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت. به فیسبوک افق برید و در نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم میتونید با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیاندازیم در هفت پرده به صحبت از رابطه ایران و آمریکا در یک هفته گذشته. I do not have high expectations that the election is going to change the fundamental calculus of Iran. This is not a portfolio that is in the hands of a new president or the president. It's in the hands of the Supreme Leader. And the Supreme Leader ultimately will make that decision, I believe. اخیراً شنیدم که از شورای امنیت ملی آمریکا کسی گفته که ما این انتخابات ایران قبول نداریم. خب به درک که قبول نداریم. اگر قرار بود ملت ایران منتظر بمونه که شما چی رو قبول دارید و چی رو میل دارید اونطور عمل بکنه که کلاهش پس معرکه بود. فرصتی تازه پدید آمده است که در صحنه بین المللی نیز آنان که مردم سالاری با این تعامل و گفتگوی آزاد و حق جویانه را به راستی پاس می‌دارند با زبان احترام و انصاف و پذیرش حقوق جمهوری اسلامی ایران با این ملت بزرگ سخن بگویند. در پی انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان و دبیر کل سازمان ملل نسبت به امکان بهبود روابط و حل مسئله هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کردند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز از عزم جدی خود برای گفتگو با رهبران جدید ایران خبر داد. The international community must not engage in wishful thinking and ease the pressure on Iran to stop its nuclear weapons program.
While the elections no doubt expressed the dissatisfaction of the Iranian people with their regime, I don't see it producing the genuine change in Iran's nuclear policy. ائتلاف ملی سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد اپوزیسیون سوریه ضمن تاکید بر ضروری بودن تجدید نظر موضع تهران در قبال مردم سوریه از رئیس جمهوری جدید ایران می‌خواهد که خطاهای رهبری آن کشور در موضع‌گیری نسبت به سوریه را دریابد. What's in our interest and what the outcome what outcome is best for us and the prices that we're willing to pay. We've rushed a war in this region in the past. خب مهمان های امشب به افق آقای آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا هستند که از دبی به ما میپیوندند. آقای دکتر رسول نفیسی جامعه شناس و آقای علی افشاری فعال سیاسی هم در استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن با ما هستند. آقای ایر درود به شما میگیم و خوش آمدید به برنامه. ابتدا من میخواستم این پرسش رو با شما در میون بگذارم که رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای در زمانی که رئیس رو به صندوق مینداخت در همون ساعات اولیه صبح روز جمعه به صراحت گفت به درک آمریکا انتخابات ایران رو آزاد و منصفانه نمیدانه. با نتیجه انتخابات و پیروزی آقای روحانی نظر آمریکا نسبت به آزادی انتخابات در ایران تغییر کرده؟ سلام بر شما. اول از همه اجازه بدین که من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیزتون. خب همون گونه که اشاره شد در بیان کاخ سفید به این رای مردم و ملت ایران خیلی احترام میگذاریم و ایشون با شهامت و شجاعت رفتن پای صندوق آرا تا رای بدن. این در قبال محدودیت های شدید آزادی های بیان و آزادی های تجمع و از این نظر خوب کردن که رای دادند. با این همونطور که رئیس دفتر اوباما دنیس مکدانا دیروز فرمودن تلویزیون، این انتخابات را به عنوان نشانه بالقوه امیدوار کننده میبینیم یا میدونیم، ولی همونطور که ما میدونیم تصمیم گیر اساسی و نهایی این پرونده هسته‌ای و تمام مسائل راهبردی مقام رهبری است و از این نظر عوض نشده. نتایج این انتخابات این واقعیت را عوض نکرده. پس ما باید منتظر بشیم. این کاندیدا در مبارزات انتخابیش گفت که میخواد روابط با جامعه بین‌المللی بهبود کند و اگر واقعا ایشون مصمم است که ایران به تعهدات بین‌المللیش پایبند باشه و اونها را عملی کنه، ما آماده ایم دیگه. مثلا و همونطور ما آماده ایم که وارد مذاکرات جدی و متوایی بشیم، چه در متن گروه پنج به علاوه یک، چه به طور مستقیم دو جانبه با ایران وارد مذاکره کنیم. چقدر آقای ایر شما خوشبین هستید که نفس حضور آقای روحانی در واقع نشانه از این باشه که رهبر جمهوری اسلامی هم خواستار این هست که روابط رو با آمریکا به سمتی ببرن که به شکلی عادی بشه، از این وضعیت تنش‌آلود دور بشه؟ به قول معروف دو صد گفتار چون نیم کردار نیست. با یعنی ما منتظریم، یعنی اگر طبق فرمایشاتشون در مبارزات انتخاباتی عمل کند این چیز خوبیه، این نشانه مثبتیه. ولی همون گونه که عرض کردم حضورتون، تصمیم گیرنده اصلی رهبر است، مقام رهبری است. پس ما باید منتظر بشیم. یعنی این موضوع یک یا دو فرد نیست، این موضع رسمی
حکومت ایران است. پس ما آمادگی داریم که با ایران وارد مذاکره بشیم، چه در P5+1 چه خارج از اون، و ما باید منتظر بشیم تا ببینیم چی میشه. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو که همین دقایق پیششون در تهران در کنفرانس خبری عنوان کرده بود با هم خواهیم شنید، و ایشون در مورد توقف غنی‌سازی ازشون سوال کرده بود خبرنگاری از خبرگزاری یکی از تلویزیون‌های فرانسه، و ایشون پرسش می‌کنه، میگه آیا سیاست تعلیق غنی‌سازی ایران به دوره‌ای که خود شما دبیر شورای عالی امنیت ملی بودید باز خواهد گشت یا خیر؟ آقای روحانی میگه زمان آن دوره گذشته. ایشون میگه که بحث تعلیق غنی‌سازی دیگه مطرح نیستش. چقدر شما احتمال میدید که برشک این مسئله برای غرب، برای پنج به علاوه یک برای آمریکا مهم باشه، بحث تعلیق غنی‌سازی؟ چون ایشون در صحبتاش میگه یک پیشنهادی رو خود ایشون در اون قالب مذاکرات در سال 2005 داشتن با دولت فرانسه، دولت وقت فرانسه، و اونم بحث مبادله سوخت هسته‌ای برای دریافت میله‌های سوخت اتمی بوده، در شرایطی که ایران اورانیوم غنی شده‌اش رو در واقع بفرسته به خارج از کشور. بخشی از صحبت‌های آقای روحانی در این ارتباط با هم بشنویم، بعد واکنش شما رو جویا می‌شیم. آقای ایر، دیگه اون دوره گذشته دیگه، الان ما در یک شرایط خاصی هستیم. من فکر میکنم ما خیلی راه‌های اعتماد ساز فراوانی داریم، مخصوصا شما که از فرانسه هستید. من لازمه به شما بگم که ما با آقای شیراک در مذاکرات سال 2005 به توافق نهایی رسیدیم که چگونه اعتماد بین المللی برای همه جلب بشه و در ایران غنی‌سازی ادامه پیدا بکنه. توافقی که با آقای شیراک کردیم میتونست راه حل نهایی باشه که بعد آلمان ها با اون موافقت کردن. متاسفانه انگلیسی ها با فشار آمریکایی ها موافقت نکردن و کار ناقص باقی موند. بنابراین من فکر میکنم راحل های بسیار زیادی برای ایجاد اعتماد وجود داره. یکیش همون توافقی است که بین من و آقای شیراک قبلا انجام گرفته بود. همون توافق میتونه یکی از راحل ها باشه. آقای ایر، آیا آمریکا مشکلی داره با ادامه غنی‌سازی در ایران؟ اونطور که الان صحبت شد گفتن انگلیس با فشار آمریکا اون موقع نپذیرفت این مبادله اورانیوم غنی شده با میله سوخت انجام بگیره. موضع آمریکا در این لحظه بچه با توجه به تحولات بعد از انتخابات چه هست در مورد غنی‌سازی اورانیوم در ایران؟ ببین، ما نمیتونیم به طور رسانه‌ای وارد مذاکره بشیم با ایران، یعنی گروه 5 به 11. پس من به جزئیات اون که نمیتونم بپردازم، ولی به طور کلی میتونم بگم اینو که اگر واقعا ایران قصد داره روابط بین‌المللیش رو با جامعه بین‌المللی بهبود بخشد، اگر واقعا مصمم است که نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را برطرف کنه در مورد ماهیت برنامه هسته‌ایش، ما هم آماده ایم. همونطور که عرض کردم آماده مذاکرات جدی و متوایی هستیم، چه داخل متن P5+1 چه خارج از اون، تا این نگرانی‌ها برطرف بشه. یعنی ایشون که فرمودن که جناب آقای دکتر حجت الاسلام روحانی که کلید تدبیر داره، خوب، این در به سوی بهبود روابط بسته نیست، قفل نیست. ما کلید نمیخواد، فقط اراده ایران که لازم است و نیت ایران که لازم است تا نگرانی های بین المللی رفع بشه و تا دوباره وارد جامعه بین المللی بشه. و نفرموش نفرمین، این رای مردم ایران چند روز پیش برای تغییر و تحول بود، برای دوباره برای تعیین سرنوشت خودشون بود و برای شکل دادن به آینده خودشون بود. و انشاءالله حکومت ایران به خواسته های ملت و مردم ایران توجه کنند در این مورد. واکنش شما رو بشنویم به این سه شرطی که ایشون اشاره کرد بر اساس بیانیه الجزایر. آمریکا دخالت در امور داخلی ایران نکنه،
حقوق هسته ایران رو محترم بشماره و سیاست به گفته ایشون زورمداری رو کنار بگذاره. اول از همه باید بگم واقع درست فرمودن از این که حسن نیت و احترام متقابل و جدیت پیش شرط هر مذاکرات جدی است، ولی خارج از اون ما نباید دو چیزهای جرگانه رو مخلوط کنیم. مسئله اصلی ما این مسئله برنامه هستی ایران است که مربوط به فقط ایران و آمریکا نیست، این همون ستیزی بین دو کشور نیست. این مسئله برنامه هستی ایران و ماهیت اون مربوط به جامعه بین‌المللی است. از این نظر شورای حکام قطعنامه ها رو صادر کردند، از این نظر شورای امنیت ملل متحد قطعنامه های مختلف رو صادر کردند، از این نظر یک نظام تحریم ها از جامعه بین‌المللی نه فقط از آمریکا وضع شده است. پس ما نباید این دو چیزهای جرگانه رو مخلوط کنیم. یعنی جامعه بین‌المللی است نه فقط آمریکا که به ایران میگوید که شما باید نگرانی های فزاینده جامعه بین‌المللی را در مورد ماهیت برنامه هسته‌ایتون برطرف کنید. در مورد روابط دو جانبه که صحبت میشه، بحث حالا شورای امنیت و تحریم‌ها به کنار، دو مورد مشخصاً ایشون گفتن که در امور داخلی ایران آمریکا دخالت نکنه. آیا آمریکا الان در امور داخلی ایران دخالت میکنه؟ موضع آمریکا مشخصاً چه هست در امور داخلی ایران؟ نه، یعنی امور داخلی ایران مربوط به ایران است، با اینکه باید رعایت کنند یعنی حقوق، یعنی حقوق های انسانی مردم خودشو، و باید پایبند باشند به تعهدات بین‌المللیش، هم در مورد برنامه هسته‌ایش هم در مورد حقوق بشر. از این نظر ما اظهار نظر می‌کنیم در مورد نقص فاحش حقوق بشر در ایران. این امور داخلی ایران که نیست، بنی آدم اعضای یکدیگرند به قول معروف. از این نظر ما دخالت نمی‌کنیم به موضوعات و به امور صرف داخلیه، ولی ما در پهلوی مردم ایران می‌ایستیم که حقوق حقیقیشون رعایت شود. آقای ایر، یک پرسش دارم و بخشی از صحبت آقای روحانی رو بشنویم و این صحبت رو با شما به پایان ببریم، و اونم بحث تحریم هست. صحبت آقای روحانی رو در مورد تحریم بشنویم و بعد واکنش شما رو جویا میشیم. تحریم یک معضلی هست که امروز باش مواجه هستیم. البته همه ما میدونیم که این تحریم ظالمانه هست و ملت ایران کاری نکرده که استحقاق تحریم داشته باشه. کاری که انجام شده قانونی و در چارچوب مقررات بین المللی بوده. اساساً من میخوام بگم استفاده از ابزار تحریم یک ابزار ارتجاعی است، دورش گذشته، مخصوصاً در شرایطی که در دنیای امروز حتی غرب با معضلات اقتصادی مواجه است و خود اونها میدونن که این تحریم به ضرر خود غرب هست. این تحریم اگر سودی داشته باشه برای اسرائیل داره، برای هیچ کس دیگر سودی در دنیا نداره. راه حل برای پایان دادن به تحریم اعتماد متقابل و همچنین شفافیت بیشتر در چارچوب مقررات و موازین بین المللی است. در هر دو زمینه ما قدم برخواهیم داشت و انشالله این تحریم رو کاهش میدیم. اولا قدم اول باید تلاش کنیم تحریم جدیدی انجام نگیره، بعد کاهش پیدا کنه، بعدم انشالله به طور کامل رفت. آیر، بشنویم واکنش شما رو. دیدید که تعریفی که ایشون از تحریم ارائه کردن، روند تحریم‌های آمریکا رو ما به ویژه صحبت می‌کنیم، حالا در قالب پنج بلوه که من که خواستید می‌تونید توضیح بدید، این روند تحریم‌هایی که الان هم کنگره داره بررسی می‌کنه ادامه خواهد داشت یا متوقف میشه؟ سیاست آمریکا همون سیاست دو مسیر است، یعنی فشار و مذاکرات، و این تحریم‌ها وسیله است، هدف که نیست. اگر ایران
به تعهدات بین المللیش در مورد برنامه هستی عمل کند، این تحریم ها برداشته باشه و فراموش نفرمایید که همه جامعه بین المللی حق ایران برای استفاده سهل‌آمیز از انرژی هستی به رسمیت شناخته است دیگه. پس این مطرح نیست، ولی مثل هر کشور عضو NPT باید پایبند تعهدات بین المللیش باشه. این موضوع همون تکالیف و حقوق، وظایف و حقوق است. و این تحریم های جدیدی که الان تحت بررسی است، شما میفرمایید متوقف نخواهد شد، اینها ادامه پیدا میکنه و تحریم های جدید مسیر عادی خودش رو طی خواهد کرد؟ من در مورد زمان بندی تحریم های مختلف یا چیز نمیتونم اظهار نظر کنم. چیزی که اهم است این است که الان رئیس جمهور منتخب ایران گفتند که میخواد روابط با جامعه بین المللی بهبود بخشد و ترمیم کند. خوب، ما هم آماده ایم. ما آماده ایم که وارد مذاکره بشیم، چه در متن P5+1 چه به طور دو جانبه به طور مستقیم هستیم. و این یک فرصتی است که باید ایران باید بعد از این انتخابات غنیمت بشمارند از این فرصت. و ما منتظریم و آماده ایم که ایران، حکومت ایران، جمهوری اسلامی ایران از این فرصت غنیمت بشمارند تا زندگی ملت خود را، مردم خود را چیز بهبود بخشد و پیشرفت کند انشاءالله. آقای علی نر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، سپاسگزارم برای وقتی که گذاشتید برای شرکتتون در این بخش از برنامه افق. لطف کردین که منو دعوت کردین. خیلی تشکر میکنم. آقای دکتر نفیسی، آقای افشاری، درود دوباره به شما. آقای نفیسی، گذشته از بحث‌های اقتصادی که در کنفرانس خبری مطرح شد که موضوع برنامه امروزمون نیست، فردا بهش خواهیم پرداخت، در حوزه سیاست خارجی بحثی هم که الان بخشایش رو شنیدیم آقای روحانی مطرح کرد، آیا حرف تازی اون چه که آقای روحانی در کمپین در مبارزات انتخاباتی گفته بود رو همونها رو در این کنفرانس خبری هم شما شنیدی؟ اول اینکه خب طبیعی است که آقای روحانی همون صحبت‌های قبلی رو که بوده تداوم خواهد بخشید که بخشای از جامعه ایران، بخشای از حوزه‌های قدرت رو نگران نکنه و این بیانگر سیاست‌های خودش نیست. سیاست‌های آقای روحانی رو که سال‌هاست من آشنا هستم باش و در کتابش هم که ماشاءالله 1002 صفحه است منعکس شده، سیاست‌هایی که صحبتش کرد اینجا نیست و انسان معتدلی است، انسان متفکری است. و من اینجا می‌خوام توجه جناب علی رو معطوف کنم به صحبت‌های آلن. آلن رو من می‌شناسم، آدم فوق‌العاده باهوش است و این صحبت‌هایی که کرد موضع رسمی دولت آمریکا است، ولی واقعاً در شرایط فعلی گفتن این که باید ایران حسن نیت نشون بده و غیر ذلک، شاید صرف نظر کردن از این موضوع که آقای روحانی واقعا قدرت فائقه در ایران نیست و باید در این موقع اتفاقا باید در این موقع دولت آمریکا انعطاف نشون بده، در این موقع دولت آمریکا باید حسن نیت نشون بده تا دست آقای روحانی رو در مقابل خامنه ای، در مقابل سپاه، در مقابل تمام کسانی که مخالف هستند با این تعامل ها یه مقداری دستش باز کنه و قوی بکنه. اون بلایی که آمریکا بر سر دولت خاتمی آورد، دولت جریانات اصلاح طلب آورد، بر سر همین آقای روحانی آورد. در 2003 در واقع توافق شده بود که ایران ببنده در این تحصیل UCF رو پلوم بکنه، تمام اینا رو همین آقای روحانی درست کرد. چه کار کردن؟ گفتن که آقا نه، اینا تخلف کردن از پروتکل و هیچ امتیازی به ایران ندادن. دست آقای لاریجانی امسالانون باز کردن که بگن آقا ما الماس دادیم و آب نبات گرفتیم به جاش. فضای بین المللی که الان اون فضا نیست که. ببینید، اجازه به عرض ما برسید. اون فضایی که این رو واقعا آمریکا مسئول این بوده در اون زمان و الان به این موضوع اصلا اشاره نکرد، من تعجب میکنم. به خاطر اینکه الان وضعیتی که ایران داره و این رئیس جمهور منتخب که امید بسیاری بهش ایرانی‌ها بستن و همچنین
جوانب بین المللی که شخصیت موثری باشه، ولی استراکچر و ساخت سیاسی ایران که عوض نشده که. آقای خامنه ای هنوز اونجاست، همه اون تشکیلات، همون بساطا اونجاست. تنها راهی که وجود داره اینه که جامعه بین المللی دست این آقا رو یه مقدار قوی بکنه، و این واقعا توپ در زمین آمریکاست که یک مقداری با کارهای سمبولیک و با کارهای عملی نشون بده که میخواد کار بکنه با این رئیس جمهور. گفتن این که باید اول ایران حسن نیت نشون بده، ما برمیگردیم به همون داستان 35 سال گذشته و این که هیچ نوع تعاملی بین این دو کشور به طور عملی صورت نخواهد گرفت. آقای افشاری ببینید، خب البته بنده یعنی در این جایگاه نیستم که حالا چه بخوام به طرف تجویز بکنم و توصیه بکنم، چه به مقامات آمریکایی چه به مقامات ایرانی، در مقام تحلیل دارم صحبت میکنم. ببینید به هر حال یک مشکلی وجود داره، مشکل یک سیری داره، به جای رسیده به خواسته های عینی و مشخصی رسیده، و به تبع برای آمریکا و هم برای دول اروپایی این هستش که این خواسته هایی که در آلماتی دو اونها یک قدم عقب‌تر رفتن و آقای ولایتی هم در آخرین مناظره‌ای که کاندیدا داشتن خیلی صریح این رو گفت به اصطلاح، و انتقاد و بیشتر متوجه آقای جلیلی و تیم مذاکره کننده ایرانی کرد. یعنی در اصل در تحلیل آخر باید دید که چه چیزی از ناحیه ایران، یعنی آقای روحانی رو میز میگذاره که کمک بکنه برای اینکه توافقی صورت بگیره. علل قاعده خب با توجه به فضای جدید، یعنی دولت آمریکا، یعنی غرب که بیشتر در پنجه به اضافه یک طرف ایران هست، باید به اصطلاح خب انعطاف بیشتری نشون بده، اونها هم متناسب با این فضا یک برخورد مثبتی رو نشون بدن. اون چیزی که آقای افشاری از مناظره سوم بیرون می اومد، اگر بخواید بگم اون اساره اون مناظره سوم این هست که غرب در مقاطع مختلف پیشنهادهای قابل توجهی رو به ایران داده و ایران قبول نکرد. یعنی حالا درسته که متقابلا وجود داشته، مواقعی بوده که ایران هم خواسته که نرمش نشون بده، به تفاهم نرسیدن، ولی اون چه که کانون حملات بود، چه صحبت‌های آقای روحانی، چه صحبت‌های آقای ولایتی و چه دیگران، بس غیر از آقای جلیلی و حالی آقای حداد، بس بر سر این بود که این فرصت‌ها وجود داشت، ایران میتونست به توافق برسه، این تحریم‌ها رو تحمل نکنه، ولی اینها رو نپذیرفته. بله. آیا این فضا به نظر شما تغییر کرده یا کم؟ نه، ببین اینو باید ببینیم. یعنی در اصل اینجا آقای روحانی تعیین کننده نیست. اینجا باید ببینیم که نظر آقای خامنه‌ای و بخش اصلی حاکمیت چی است. آیا اونها تغییر ایجاد شده؟ به حال انتخاب روحانی، یعنی انتخاب که خب حالا طبیعتاً قابل پیش بینی نبود در مرحله اول انتخاب بشه، ولی تقریباً همه نظرسنجی ها نشون میداد که ایشون رأی بیشتر میاره. این خیلی مسئله عجیبی نبود. مسئله این بود که چطور حاکمیت پذیرفت میتونست بالاخره با یه تقلب خیلی محدود ایشون دور دوم بفرسته، و اونجا که اصولگراها با یک کاندید میومدن با یک دخالت های باز خیلی بزرگی نمیشه سال 88 مسئله شو حل بکنه. حالا ببینیم این تغییراتی که در مشی آقای خامنه ای پیش اومده بخش اصلی قدرت، این تغییرات چی هست و در عرصه سیاست خارجیش بروز پیدا میکنه. ولی اگر به گذشته برگردیم، مشکل اصلی در بحرانی شدن رابطه ایران و آمریکا از ناحیه جمهوری اسلامی بوده. این به این معنا نیست که مثلا همه تقصیر متوجه آمریکا بوده یا هیچ متوجه ایران بوده آمریکا تقصیر نداشته. حالا تو اونا میشه هم مقاطع مختلف بحث کرد، ولی شروع کار این بوده. یعنی جمهوری اسلامی یک گفتمانی رو آورده، گفتمان ضد آمریکایی، و بر این فعالیتاش رو تنظیم کرده که تقابل داشته باشه. در دورهای رفسنجانی و خاتمی بخش اصلاح طلب یا اعتراضگرای حکومت خواست این رو برطرف بکنه، موفق نبود. در سال 2003 بله آقای روحانی این ابتکار عمل رو آورد، ولی بخش‌های دیگه حکومت پایین قضیه نایستادن، و آقای خامنه‌ای در اون پایان دولت خاتمی به احمد نژاد هم نکشید، همون موقع گفت که این قضیه رو جمع بکنن. بنابراین از ناحیه دولت ایران مشکلاتی ایجاد شد. بعد برگردیم به کتابی که آقای روحانی منتشر کردن. به نظر من گرچه سیاست هسته‌ای روحانی خیلی فرق داره با سیاست هسته احمدی نژاد یا خامنه‌ای و همین که جلیلی اونو اداره میکرد، ولی در همونجا آقای روحانی به اصطلاح دیدگاه نداشته که مقابل اون قرار بگیره کامل بخواد همراهی کنه یا مصالحه کنه. مثلا آقای روحانی تو همین مناظره ها میدید خیلی صریح میگه که آقا ما برخلاف ادعایشون که الان گفت که ما
همیشه قانونی بودیم، ایشون در همون کتاب اول توضیح میدن که نه ما تخلف کرده بودیم و میتونستم هر بنده ما رو برن شورای امنیت، محقم بودن در کتابش نوشته، در سخنرانی های متعددی هم به این قضیه اشاره کرده. میگه ولی ما تونستیم با همین روش ها جلوی این کار رو بگیریم و تلویحا میگه ما مثلا فریب دادیم، ما طرف مقابل رو به هر صورت کشوندیم توی زمین خودمون. ایشون میگه ما درسته که نتنز رو یعنی تعطیل کردیم، غنی سازی رو، ولی ظرفیت های ساخت سانتریفیوژمون رو گسترش دادیم، UFC رو گسترش دادیم، عراق رو گسترش دادیم و مجموعه این فعالیت ها که همون موقع هم ابهاماتی رو برای اون طرف ایجاد کرده بود که آیا این تعلیق موقت امر تاکتیکی است یا که یا نه، اینم به هر حال واقعا ایران قصد داره که مسیر برنامه هسته‌ایش رو اعتماد سازی بکنه بره به سمت فقط فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای. اما حالا ما برگردیم به صحبت هایی که امروز آقای روحانی کرد. به نظر من روحانی الان بیشتر مخاطبش رو اروپا میدونه تا غرب. در صحبتش هم اشاره کرد، یک کدوار هم گفت، موافقت نامه که با شیراق داشته اون رو با حالا دید که بر این اساس آیا میره جلو. و باز هم میگم فاکتور تعیین کننده آقای مثلا روحانی و رئیس جمهور نیست، حتی اگر غرب هم به اون امتیازی بده حتی ممکنه بیشتر باعث پشکیک و نگرانی آقای خامنه‌ای باشه. یادمون نرفته که ایشون میگفتن من فقط در دوره احمدی نژاد وقتی سفر خارجی رئیس جمهور میکرد راحت بودم، در غیر اصلا نگران میشدم. به نظر من در از این قفل اونجا باز میشه که آیا واقعا خامنه‌ای به تجدید نظر رسیده و خلاف ادعاهایی که تو الان میکرده به نتیجه رسیده، وضعیت خراب شده، آماده است برای یک مصالحه و به همین دلیل شاید شو بس ریاست جمهوری روحانی رو پذیرفت. خواندم به همین دلیل صحبت کردن. من فقط خواستم همین پرسش رو مطرح بکنم آقای نفیسی که آیا سیاست آقای روحانی ادامه همون سیاست تعامل با اروپا است و شکاف انداختن بین اروپا و آمریکا؟ خود آقای روحانی الان البته پرسیدن، گفتن که غنی سازی رو تعلیق می‌کنیم، برمیگردیم به سیاست‌های دوره خودتون، گفتن دوره گذشته دیگه. در این حال در قبل از انتخابات هم حتی یکی از مواردی که بهشون حمله می‌کردن اون تعبیری بود که استفاده کرد که کد خدا رو باش طرف بشیم به جای اینکه با افراد دیگه اروپایی‌ها، گفتن آمریکاست نهایتاً خط میده که اینها چه بکنن چه نکنن. الان هم تو صحبت‌هاش ایشون میگه که اون موقع انگلیس تحت فشار آمریکا اون توافقش با شیراک رو در واقع نگذاشتن عملی بشه. فکر میکنید از این قضیه درس گرفته شده؟ یعنی حاکمیت با انتخاب آقای روحانی با این نوع نگاه با این طرز در واقع تلقی داره به این سمت حرکت میکنه که ببینه این بار علم گفت قفل نیست، در آقای افشاری میگن قفل میشه باز کرد، این در رو باز بکنه حالا با این کلید دولت تدبیر و امید. امیدوارم که حرف جنابالی درست باشه و درس گرفته باشن که اون بازی ها به جایی نمیرسه، اختلاف انداختن بین اروپا و آمریکا و اینجور چیزها. امیدوارم که اینا متوجه شده باشن که ایران باید به طور جدی وارد مذاکره بشه، مسائلی که اروپا داره و آمریکا داره اینا رو به طور جدی نگاه. همین مسئله که شما اشاره کردید، جریان شیراک 2005، این رو بذارن مبنای کار و حرکت رو شروع بکنن به جای اینکه باز بخوان بازی کنن با این حرف. مشکل ولی فراموش نکنیم، مشکل در ایران حل نشده، مشکل چند مرکزی قدرت حل نشده. آقای روحانی هر چند هم انسان فاخر و با فکر و با شعوری باشه، باز در مقابل سیستمی قرار داره که سالها این بازی ها رو کرده و کارها رو خراب کرده. این مشکل. به همین دلیل آمریکا رأساً در حال حاضر و اروپا به دنبال اون باید به آقای روحانی امتیازات بسیار جدی بدن. در حال حاضر مهم نیست که خامنه‌ای چه فکر بکنه، بگه که آیا رئیس جمهور ما را خارجی خریدن یا نه، این هیچ مهم نیست. مهم اینه که مردم ایران متوجه بشن که این رئیس جمهوری که اومده داره تحریم ها رو یه مقدار زیادی شل میکنه، داره قیمت دلار رو میاره پایین، قیمت ارزاق رو میاره پایین، یه مقدار ایرانی آبروشون بیشتر شده. ولی الان اون چیزی که از الان هم شنیدیم صراحتا میگین مسیر موازی ادامه خواهد داشت، فشار و مذاکره رو ادامه میدن. آقای روحانی میگه این تحریم ها ارتجاییه، میگه این شیوه کار، شیوه که اقتصاد جهان هم نمیتونه تحمل بکنه این وضعیت رو ادامه بده، به شکلی در واقع همون گفتمانیه که در طول این چند سال گذشته شنیده شده. در حوزه تحریم وقتی آقای روحانی میگه من تلاش میکنم که تحریم دیگری وضع نشه، تحریم های فعلی رو کاهش بدیم و نهایتاً از بین ببریم، آیا شما واقعا یه پروژه عملی میبینید؟ مثلا الان تو این روزها صحبت بود که آقای ولایتی رو بیارن برای تیم مذاکرات هسته‌ای، فکر میکنید چنین روش هایی چنین جابجایی هایی واقعا راهگشا است؟ خلاقیت لازمه. سیاستی که آلن گفت این سیاست به اصطلاح دو ترک فشار و مذاکره، این هم موفق نبوده. ایران هم
سیاستاش موفق نبوده. به همین دلیل عرض کردم به نظر میرسه که هنوز در بر همون پاشنه قدیم به چرخه، مگر اینکه ابتکارات جدید بیاد. ابتکارات جدید همینجور که جناب علی گفتید، آقای ولایتی یک گزینه فوق‌العاده برای این مذاکرات دیدیم چه جهتی داشت، و هم که چون به خامنه ای نزدیکه شاید بتونه یه مقدار روی خامنه ای هم اثر داشته باشه و این موضوع رو حل کنه. و ادعا میشون میکنه که روابط نزدیک با فرانسه داره، با اروپایی داره، اونم که به جای خودش. ولی دوباره فراموش نکنیم که آقای ولایتی در زمانهای وزیر خارجه بوده که مهمترین و بیرحمانه ترین ترورها در خارج از کشور انجام شده. یعنی ایشون هم اونچنان شخص پاک و وارسته ای نیست. این هم در نظر داشته باشیم. ولی یه مسئله دیگه که اساسیه، اصلا بنیادیه برای سیاست اروپا و آمریکا، که کلید شده روی یا قفل شده روی این مسئله هسته ای. من فکر میکنم اتفاقا باید اروپا و آمریکا یه مقدار جهتگیری برن به طرف دموکراسی در ایران. اینقدر مسئله هسته‌ای رو در رأس امور نگذارن، به خاطر اینکه شما تا زمانی که اینجوری نگاه میکنید به قضیه و مسئله اساسی که مسئله دموکراسی در ایرانه و پیشبرد دموکراسی در ایران، این رو اصلا بهش توجه نمیکنه. فقط میگه آقا اینها حاضرن این موضوع رو بل کنن یا نه، اگه حاضرن باشن صحبت میکنیم، اگه حاضر نیستن. این موضوع به نظر من نمیذاره که کار در ایران پیش بره. چقدر هوشمندانه است این صحبتی که آقای روحانی کردن، چقدر به جا و در واقع به موقع بود که ایشون تو این کنفرانس اولین کنفرانس خبری ایشون ره و ایشون میگه تنها کشوری که از تحریم سود میبره اسرائیله. اولا این غلطه، به خاطر که اسرائیل چه سودی از این تحریم ها میبره؟ کشورهایی که از این واقعا تحریم استفاده میبرن چینن و دبی هستن و روسیه و ترکیه و اینجا. اسرائیل چه سهمی میبره از این برنامه؟ هیچ سهمی نمیبره. برای من این حرف یه حرف شعاری بی‌معناست. از منظر سیاسی، از جهت تضعیف موقعیت، از منظر سیاسی ایشون میخواد مثلا بین آمریکا و اسرائیل فاصله بندازه. همون سیاست بی حاصل گذشته، بدون فهم از این قضیه که اسرائیل یک مسئله خارجی برای آمریکا نیست. اسرائیل بخشی از سیاست داخلی آمریکاست. اسرائیل دارای نه تنها حمایت در کنگره، بلکه در میان ملت آمریکا طرفداران فوق‌العاده زیاد و وسیع در جناح‌های مذهبی، اقتصادی، مطبوعات داره. اصلا این فاصله انداختن به آمریکا و اسرائیل یک کار غیر ممکن است. بنابراین این حرفی که روحانی زد به نظر من خیلی حرف هوشمندانه نبود. چقدر احتمال داره، به شک نمیشه انتظار داشت که آقای روحانی بیاد در اولین کنفرانس خبریش در رو باز بکنه و همه وعده وعیدهای خوب بده، نگران اینم نباشه که در داخل چه حملاتی بهش خواهد شد؟ هنوز ایشون نیامده، به شک این تندروها و بخشی از این سایت اصولگرا شروع کردن به موضع گیری و ایجاد زاویه، حتی بیانیه‌هایی که بسیج و سپاه هم دادن برای چک یک جوری این عددش حس میشه. چقدر احتمال میدید که این بحثی که شون در مورد اسرائیل مطرح میکنه مخاطب داخلی داره؟ ببینید این حرف که البته به حال مخاطب داخلی داره، ولی اینجور هم نیست که مخاطب خارجی هم مد نظر نباشه. این نوع نگاه به اسرائیل مشترک فقط در بخش تندروی حالا اصولگرای یا حکومت نیست، فقط بسیجی و سپاه نگاه نمی‌کنن. بخش نیرویان، یعنی اکثر نیروهای سیاسی داخل، حتی اصلاح طلبان بخش غالبشون این گونه فکر میکنن. یعنی فکر میکنن پشت همه این حرکت‌ها علیه ایران یا جمهوری اسلامی اسرائیل هست. ولی بزرگترین ایرادش این هستش که خب اینا عملا اسرائیل رو بزرگ میکنن و بعد چیزی که واقعیت نداره. یعنی عملا داره میگن که حالا اونجا میگن آلمان و فرانسه اسیر انگلستان شده، بعد همه اینها رو میذارن آمریکا و بعد میگن اسرائیل. خب این طبیعتاً کار نمیکنه برای اونها. اما اگر برگردیم به مثلا بحث قبلی که مطرح شد، ببینید مسئله هسته ملاحظه امنیتی اینجاست. ما البته میگم به شکل مثلا ایدئال یا مطلوب از ناحیه بنده این هستش که واقعا دموکراسی، حقوق بشر مسئله اصلی در تنظیم روابط بین الملل باشه، ولی متاسفانه تاکنون این نیست. این خیلی جنبه ایدئال گرایانه ای داره. در سیاست ملاحظات امنیتی فاکتور اصلی رابطه بین الملل هستش و برنامه هسته ای هم بدین گونه است. یعنی عملا چنین چیزی کار نمیکنه که غربی ها مثلا این موضوع رو بذارن کنار، موضوع هسته ای بپردازن. اما کم شدن تنش هسته ای، یعنی این قضیه تحریم ها برداشته شدنش و این فضا مثلا کنار بره، قطعا کمک میکنه. غیر مستقیم نمیگه شفافیت بیشتر، شما برداشتتون چه هست؟ ببینید شفافیت بیشتر به نظر من برای خود آژانس کار میکنه. آژانس الان در یک سال گذشته خواستار بازی
از پارجین بوده. آژانس همیشه نمیگه که ما قطعا میگیم ایران برنامه نظامی داره. میگه ما قادر نیستیم این رو به اصطلاح تحقیق بکنیم و نظرمون رو عنوان بکنیم. اگر این شفافیت بیشتر به اون معنا باشه که همه اون مراکزی که آژانس میخواد ببینه، خب این یه گام به جلو هستش. ولی باز هم من برمیگردم به بحث قبلی، این هستش که تصمیم گیر اصلی در این قضیه آقای روحانی نیست. ببینید اگر نظام دچار تغییرات اساسی نشده باشه، یک حاکمیت دوگانه به شدت محدودتر از زمان خاتمی است. اساساً پرونده هسته ای در دوره خاتمی ساخته شد، یعنی این قضیه بحرانی شد بدون خواست خاتمی، بدون اطلاع خاتمی، ولی اونها از ویترین خاتمی استفاده کردن، کارشون رو جلو بردن. البته آقای خاتمی پیشینه امنیتی نداشته، آقای روحانی بخش عمده از کریرش رو در نهادهای امنیتی برش. درسته این نقطه قوت هست، ولی ایشون تصمیم گیرنده مقام امنیتی نیست. ایشون بله آقای نفیسی، حالا افراد بالاخره همه سابقه مثبت و منفی دارن، ولی من فکر می‌کنم سابقه آقای ولایتی در زمینه یعنی منفی بالقوه در حوزه امنیتی اصلا قابل مقایسه با آقای روحانی نیست. ایشون خیلی بیشتر در حوزه فعالیت‌های امنیتی بودن. اما باز هم حرف‌های آقای ولایتی ببینید یک راه حل، اگر راه حل بخوام ببینیم، میگه آقا ببینید ما میریم بازار می‌خوام یه چیزی بخرم، این 100 تومان میگم، طرف میگه 100 تومان، من نمیگم 2 تومان میدی، میام میگم 50 50 60 40. خب ما اگر روند رو نگاه بکنیم، غربی ها قدم به قدم تاکتیکی یک به اصطلاح عقب نشینی های رو انجام دادن. تا آلماتی دو فقط میگفتن حتی ایران 20% رو متوقف بکنه، فوردون هم داشته باشه، یه بخشی از به اصطلاح بخش اصلی اون اورانیوم 20% غنی شده رو خارج بکنه. خب این در مقایسه با خواسته های قبلی غرب کاملا یک عقب نشینی رو نشون میده و متناسب با اون تحریم ها رو برمی‌دارن. خب حالا اگر سیاست درست بخواد به کار گرفته بشه، اینه که از این روش ها بیارن که با یک گام عقب نشینی ایران متناسب با اونم غربی ها تحریم ها رو بردارن و از این طریق کار میکنه. منتها این همه برمیگرده به اینکه خامنه ای واقعا تصمیم گرفته در زمین هسته ای تجدید نظر بکنه یا اینکه نه، اگر بخواد دربون پاشنه به چرخه، آقای روحانی هم کارت زیادی برای بازی کردن نه. آقای نفیسی، من میخوام قبل از اینکه مطلبی در این مورد باز یه بار برگردم به بحث اسرائیل، موزگیری آقای نتانیاهو و موزگیری آقای پرس در مورد انتخابات تفاوت محسوسی دارن، یعنی نوع نگاهشون نسبت به انتخابات کاملا روشنه. این حضور آقای روحانی در ریاست جمهوری، اون خط قرمزی رو که آقای نتانیاهو کشید رو آیا به عقب‌تر خواهد برد و آیا ایران واقعا با این موزگیری کمک میکنه به تغییر این خط قرمز یا بدتر ممکنه فضا رو برای خودش تنگ بکنه؟ دیروز داشتم نظر اسرائیلی ها رو، مقامات اسرائیل رو، اسرائیلی ها رو در مورد انتخابات نگاه میکردم و خیلی جالب بود که چطور تقسیم شده بر اساس جهتگیری حزبی. افراد حزب کارگر، مقامات حزب کارگر کلن خیلی از این موضوع خوشحال بودن و خیلی این موضوع رو مثبت میدونستن، در صورتی که لیکود غیرو مسئله رو باز میگفتن چیزی نیست، چیزی نشده، مسئله مثل آقای نتانیاهو. بنابراین اسرائیل کاملا تقسیم شده نظرش الان، و به خصوص با توجه به اینکه الان رئیس جمهوری در ایران وجود داره که با این آراء زیاد انتخاب شده، دیگه مسئله برخورد نظامی بر ایران رو با ایران رو چندان ساده نمیکنه. بنابراین واقعا این رو باید در نظر داشت. دومی که موضوع دیگری میخوام مطرح کنم در مورد رویکرد امنیتی در مقابل رویکرد دموکراسی، رویکرد امنیتی بخشی از رویکرد بین ملت ها، نه اینکه کل مسئله روابط خارجی باشه، بخشی. و اگر شما به خصوص به اولین سخنرانی آقای کری در دانشگاه جورج‌تاون دقت بکنید، که سخنرانی به نظر فوق العاده خوبی بود که در 2 ساعت این سخنرانی انجام شد، ایشون مسئله رویکرد جدید آمریکا رو که اون روی کرد بر اساس کمک و بر اساس گسترش دموکراسی در کشورهای دیگه است، این رو مورد تاکید قرار داد. و به نظر من این مسئله بسیار اساسی است که ایالات متحده مسئله دموکراسی رو به خصوص در مورد ایران اهمیت بهش بده. چرا اینو میگم؟ به لحاظ اینکه اگر باز مسئله اتمی رو در مرحله اول بگذاره و مسئله دموکراسی بهش اهمیت نده، اون کمک لازم، اون باز کردن لازم در مقابل آقای روحانی انجام نخواهد گرفت. ما الان باید تمام فشار جهان این باشه که دست روحانی رو قوی کنه. درسته که روحانی جفرسون نیست، ولی در مقابل این شرایط و در مقابل 8 سال خرابکاری های آقای خامنه‌ای احمدی نژاد با هم، باید الان یک شخصیتی رو
جهان بهش اهمیت بده، اعتبار بده، بهش کمک بکنه که یک مقداری دوباره بر به درب پاشنه قدیم دوباره شروع نکنه چرخیدن. بله. که وقتی که آقای روحانی یک قدم جلو میگذاره، باز آقای خامنه ای و دوستانش مثل دوره خاتمی که میگفت هر 9 روز یک بحران برام ایجاد کردن، این اتفاق دوباره تکرار نشه. آقای افشاری، بحث سوریه یکی از مسائل مهم سیاست خارجیه. آقای روحانی تقریبا در دوره مبارزات انتخاباتی همیشون عبور میکرد، خیلی موضع‌گیری روشنی نداشت در مورد سوریه. امروز هم از ایشون پرسیدن، صراحتا گفته حل مسائل سوریه بر عهده مردم سوریه است و تصمیم گیر نهایی نسبت به سرنوشت سوریه مردم سوریه هستند. البته ما با تروریسم مخالفیم، همچنین با دخالت کشورهای دیگر که میخواهند در مسائل سوریه دخالت کنند مخالف هستیم. امیدواریم با کمک همه کشورهای منطقه صلح و آرامش به سوریه بازگردد و آنچه هدف ملت سوریه است محقق شود. آیا این موضع روشنی است در مقابل اون چیزی که الان خطری که بحرانی که الان وجود داره در سوریه؟ خب این یک بحث کلی هست که خیلی روشن نمی‌کنه. اما ایشون یه جمله دیگه هم دارید در صحبت شما هست. امروز گفتن حداقل تا سال 2014 آقای بشار اسد اون رئیس جمهور باید باقی بمونه دولت کنونی. خب این حرف خیلی روشن‌تره، یعنی سمت‌گیری بیشتری به نفع خارجی ایران همین حرفو زده. بله دولت، خب ایران که سریع‌تر الان حضور داره در اونجا به اصطلاح، این حرف رو زدن و این نشون میده که به هر حال بیشتر سهمگیری به نفع حکومت سوریه دارن. البته هم رهبر مخالفین یعنی ائتلاف ملی سوریه و هم بشار اسد هر دو تبریک گفتن به حسن روحانی، ولی باز هم در این حوزه هم رئیس جمهور تصمیم گیرنده نهایی نیست. باید ببینیم که سیاست جمهوری اسلامی چی هست. تاکنون این بوده که کاملا در پیوند استراتژیک بوده با اسد و نه تنها خواهان حفظش تا پایان دوره است، برای آینده هم حالا نه لزوما شخص اسد ولی همین تیم کنونی به اصطلاح سوریه باقی بمونه. حالا باید جلوتر بریم ببینیم که حالا بعد از مرداد حالا وزیر خارجه جدیدی که میاد سیاست هایی که اعمال میشه چه خواهد بود. ولی باز من برمیگردم به این که پیش بینیتون برای کابینه که حالا حوزه سیاست خارجه تیم امنیت ملیشون چه کسی فکر میکنید که ببینید ایشون مثلا افرادی که باهاش کار کردن تو مرکز اعتقاد استراتژی سالیان سال بودن مثل آقای واعظی مثلا، ممکن افراد از این دست برن به وزارت خارجه قرار بگیرن. ستاد انتخاباتی ایشون عمدتا تیم اقتصادی بودن، یعنی تیم نه آقای ترکان خب حالا در سپاه ایشون مقاطعی بودن کارهای امنیتی بودن. آقای نعمت‌زاده آقای نعمت‌زاده البته بیشتر آقای ولایتی کار میکرد، آقای نوبخت بود در اصل کار میکرد. صحبت از این که احتمالاً بانک مرکزی بود. آقای امیری هستش که بالاخره نیروی قدیمی سپاه هست، حالا به نوعی در کارهای امنیتی هم بوده و به اصطلاح افرادی از این دست هستن که حالا ممکنه قرار بگیرن و ممکنه هم ایشون خب بره. حالا البته میدونید وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات سوزه هستن که حتما باید تا کنون این گونه بوده با نظر رهبری و با مشورت با اون تعیین بشن. ولی به هر حال اگه برگردیم به همه بحث‌ها، به نظر من تعیین کننده این هستش که ببینیم خامنه ای چقدر تغییر کرده، آیا اصلا تغییر کرده تاکتیکیه و تا زمانی که اون تصمیم نگیره هر چه قدم اینور امتیاز بده. خب این روش‌ها آزموده شده دیگه، امتیاز بدن از اون طرف اتفاقی نیفته اینور هم کار خودشو میکنه. قطعا ملاحظات امنیتی مساوی با همه ابعاد رابطه بین الملل نیست، ولی قابل تحمیل و تنزل و از بین رفتن متغیرهای دیگه هم نیست. این از منظر سیاست‌گرایی واقع گرایانه است، واقعیت کنونی ساختار بین الملل این گونه است. ممکنه منم باهاش مخالف باشم، مناسب نباشه، ولی فعلا این هست و پرونده که تا الان به اینجا رسیده یه دفعه نمیتونه بره کنار. اما نظرمان در اینجا بیشتر ناحیه ایران هست که باید ببینیم چه اتفاقی میفته. ضمن اینکه به نحو پارادوکسیکالی آقای حسن روحانی به عنوان کسی که اومده مخالف هست با اینکه ایران روشی رو به کار ببره که منجر بشه به گسترش تحریم ها یا اصلا ایجاد تحریم ها، ولی از طرف دیگری همین فاکتور تحریم ها به انتخاب حسن روحانی کمک کرده. یعنی فرض بکنید تحریم ها نبودن، یکی از برگ برنده های اصلی که حالا حسن روحانی روش مانور میداد و اصولگرای انتخابات رو باختن همین مسئله تحریم ها بود. آقای نفیسی، نکته که اگر در مورد این بحث تحریم ها اگه بسته، من میخوام ماجرای امنیت ملی یعنی سوریه و هسته ای رو از یه منظری بهش نگاه بکنیم که به نتیجه روشن‌تر برسیم که آقای روحانی چقدر میتونه اختیار عمل داشته باشه. وقتی تیم مذاکره کننده هسته ای آقای روحانی رو الان نگاه میکنیم، اینها یه بخششون بالا چهره شاخصشون آقای موسویان که در همین آمریکا در نیوجرسی هستش، هنوزم ایشون برنگشته، هنوز در آمریکاست، حتی هم برای انتخابات هم ایشون برنگشت به ستاد ایشون. یه تعدادشون هم هستن که ایشون هم زندان رفتن و ظاهرا بعضیشون هنوز هم مشکلاتی رو دارن.
چقدر فکر میکنید که آقای روحانی میشه در این سناریوی خیلی بدبینانه رو من میگم که ایشون بیاد با تمام حسنیتش بخواد کاری رو انجام بده، بعضی از این سیاست ها رو بخواد درش تغییر تحول ایجاد بکنه و بازی همچین سرنوشتی رو تجربه بکنه؟ یک فرقی که الان داره این است که 8 سال دوره خامنه احمدی نژاد تجربه شده و سیاست های ایران رو ملت ایران در همین حوزه معدودی که داشته رد کرده، که نماینده سیاست های ایران جلیلی بوده و ملت ایران این رو نفی کرده. این دیگه روشن‌تر از این ملت ایران در همین محدوده‌ای که داره نمیتونه صحبت بکنه. بنابراین این سیاست به کلی قابل تداوم و ادامه نیست. یعنی اگر که تیم شورای به واقع مخالفان سوریه ابراز امیدواری کردن آقای روحانی تغییر روش بده در مورد سوریه، فکر میکنید واقعا اونها امیدشون ناامید نخواهد شد؟ در مورد سوریه باید اینو گفت که خیلی بعیده بتونه آقای روحانی کاری بکنه، به خاطر اینکه دیدیم که یکی از این آخوندهای درباری گفت که اصلا از استان خوزستان هم بر ما مهمتره. این حتما این حرفا رو جای شنیده بود که میگفت. بنابراین سوریه رو بعیده کسی بتونه تغییری درش ایجاد بکنه. منتها مسئله‌ای که وجود داره این است که آقای روحانی در مقابل این جریانی که قرار گرفته، ما میتونیم اینو فرض بر این بذاریم که باز در به همون پاشنه قدمی چرخه، یا میتونیم واقعا فرض بر این بذاریم که این آدم با یک برخورد جدیدی، هرچند که خامنه ای هم بخواد به همون روش‌های سابقش بمونه، اون رو قانع کنه و لحاظ اقناعی لاقل پیش بیاد که اون کار نمی‌کنه. برمی‌گردم به سوال جناب علی که اون تیمی که در زندانن یا افرادی که شبیه اون که در مرکز تحقیقات استراتژیک هستن، اینها رو بیاره و فعال بکنه. ما همینجور که من گفتم، البته در مورد آلماتای باید بگم که واقعا آمریکایی‌ها و پنج به اضافه یک و اینها هم خیلی کوتاه اومدن، یعنی واقعا هیچی به ایران ندادن، فقط گفتن من چون شما طلا و اینها مبادله کنید، اصلا هیچ واقعا به ایران ندادن. حالا بگذاریم از اینکه جلیلی اینها با سخت سری و رادیکال بازی خراب کردن، ولی اینها هم هیچ ندادن. باز برمیگردم به این موضوع، اگر که امیدی باشه برای اینکه بتونیم دست آقای روحانی رو قوی بکنیم در مقابل خامنه ای، فعلا از طرف خارج از کشوره، چون ملت ایران واقعا حمایت کامل خودشو ازشون نشون داده. سپاسگزارم از هر دو شما، آقای دکتر نفیسی، آقای علی افشاری، ازتون تشکر میکنم برای شرکت در این برنامه افق. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه سه‌شنبه افق، حسن روحانی، چالش‌های اقتصادی است. مهمان‌ها شاهین فاطمی، رضا علیجانی و مجتبی واحدی هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.